بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یا هشام الصبر علی الوحده علامة قوة العقل فمن اغل عن الله اعتزل اهل الدنيا والراقبين فيها والرقب فيما عند الله وكان الله انسه في الوحشه وصاحبه في الوحده وقناه في الأيله ومؤزه من غير أشيرة صحبت در حدیث دوازدهم کافی شریف بود که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام مطالبی رو بیان می فرماید. یکی از فرمایشات آقا موسی بن جعفر به هشام این جمله است که الصبر علی الوحده علامة قوة العقل. یکی از چیزهایی که اشاره شده در این روایت این است که انسان از عقل خودش استفاده کنه و هرچه از عقل بیشتر استفاده کنید توجه خداوند به انسان بیشتر میشه. انسان نبی باطنش، رسول باطنش عقله. اگر این عقل رو خوب بهش توجه کنه و واقعا به عقل عمل بکنه، خداوند به انسان توجه میکنه و اشراقات عقلیهی برای انسان حاصل میشه. یعنی غیر از اون عقلی که انسان داره، وقتی هی به عقل عمل کردی، این کم کم میرسیم به اشراقات، یعنی توجهاتی که از ناحیه خدا میشه و مطالبی رو انسان متوجه میشه که افراد معمولی متوجه نمیشند. شما مقام امام راحل رو شنیدید که این شخصیت بزرگوار، خب یک شخصیتی بود، هم حکیم بود، هم فقیه بود، هم اصولی بود، هم فیلسوف بود، هم عارف بود. خب یه شخصیتی بود که در کمال علم فلسفه و عرفان، اما هر موقع مشکل علمی براشون پیدا می شد دو رکعت نماز می خوندند. گاهی می دیدن امام وضو می گیره و مشغول دو رکعت نماز می شه.
و اعتقادش این بود که این دو رکعت نماز برای من یک اشراق علمی به وجود میاره، یعنی فهم و درک و تأمل در مسائل علمی هم نیاز به لطف پروردگار داره که شما با توجه به خداوند و ایشون دو رکعت نماز میخوندن، بعد از نماز سر به سجده میگذاشتند، بعد دستشون رو بلند میکردند و دعا میکردند. حالا دعاشون چی بود؟ یکیش این بوده که خدایا فهم ما رو و درک ما رو نسبت به حقایق بیشتر کن. این حرکت امام، این کار امام، معنای همین جمله است که انسان هرچه عمل کنه به عقلش و به فکرش توجه کنه و اهمیت بده، خدا میبینه این نه داره میاد. در روایاتی وارد شده که شما یه ذراع به طرف خدا بری، خدا دو برابرش رو به طرف شما میاد. توجهات خدا رو اگر میخواهید که اونها هم ارزش داره، توجهات خداوند نه خلق خدا، خلق خدا به شما توجه بکنند اینا هیچ ارزشی نداره، اینا باد هواست، یه مرتبه اینی از بین رفت، نابود شد، همه برگشتن، همه اونهایی که با شما بودن یه مرتبه میبینید همه برگشتن. اگر بخواید توجه خدا به شما زیاد بشه و اشراقات عقلی شما زیاد بشه، به عقل خودتون عمل کنید، نه اینکه میفهمم ولی عمل نمی کنم، نه میفهمم و خوب هم عمل می کنم. اگر به این مقام برسید، این مقام مقام اشراقات الهیه و انوار قدسیه است، نورانیتی در قلب شما پیدا میشه، مثل که شما از لوح محفوظ داری حرف میزنی، هر چی میگی، نصیحت میکنی، برای مردم هم صحبت میکنی، یک واقعیاتیست به قلب مردم میشینه. ما الان میبینید خیلی به مردم داریم نصیحت میکنیم، هر روز یه منبری و یک واعظ و یک سخنگو و مشغول صحبت کردنیم، ولی حرفامون گاهی میبینید اثر نمی کنه. مردم عوضی که فسادشون کم بشه روز به روز بیشتر میشه، بیهجابی عوضی که بهتر بشه، میگه ما هر روز نمیگیم. شما این رادیو تلویزیون نگاه کنید، این رادیو جدا، تلویزیون جدا، منبری ها جدا، هر مسجد، هر محراب، همه داریم میگیم بابا حجاب و مراعات کنید، چنین کنید، چنان کنید، اما میبینید روز به روز چی میشه؟ بدتر میشه. هی میگیم مفاسد چنین و چنان، روز به روز بدتر میشه. اینا مال این است که بعضی های ماها این قلبمون نورانی نیست، یعنی حرفایی که میزنیم از اون قلب نورانی سرچشمه نمیگیره. وقتی انسان خودش عامل نباشه، حرفها از ته قلب نیست. ما خودمون یه تخلفاتی داریم، تخلفهایی میکنیم، کارهایی رو انجام میدیم، بعد میاییم به دیگران نصیحت میکنیم، خب مسلم این اثر نمیکنه. و علت این که حرفهای ما با اینکه نصیحتها خیلی زیاد شده، هیچ کم نمیگذاریم، تمام این رادیو تلویزیون
مخلوط به همین نصیحت هاست و همین حرف هاست و منبری هایی که بهترین منبری ها و برای مردم داریم میگیم، ولی اثر آنچنانی ما گاهی نمیبینیم. اینا مال چیه؟ مال این است که ما خودمون اگر عامل نباشیم این اشراقات اشراقات الهیه نیست. اگر اشراقات اشراقات الهیه باشه تأثیرش زیاده. من کان لله کان الله له. اگر شما کارتون برای خدا باشه، نصیحت میکنید برای خداست و هر حرکتی انجام میدید برای خداست، این خدا هم کمک میکنه و انشاءالله حرفتون اثرگذار خواهد بود. یه نکته‌ای در اینجا مورد بحث در این روایت آقا موسی بن جعفر بیان میکنند و اون این است که الصبر علی الوحده. الصبر علی الوحده یعنی چی؟ یعنی انسان تنها باشه، تنها زندگی کنه، تنهایی رو انتخاب کنه. این آیا کار مطلوبیه، کار نامطلوبیه، چیه؟ این درسته؟ الصبر علی الوحده، تنها باشید، این علامت قوت عقلتونه. در اینجا فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا. نکته ای که در اینجا هست این است که دوری از اهل دنیا مطلوبه. یعنی شما اگر رفیقی داری که اهل عبادت، اهل تقواست، اهل زهد، زندگیش زاهدانه است، اخلاقش عاقلانه است و انسانی است که شما رو به یاد خدا میندازه، اینجا الصبر علی الوحده نیست. اینجا دیگه جدا شدن از او لازم نیست. جمله روایت چیه که آقا موسی بن جعفر میفرمایند؟ میفرمایند فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنیا، یعنی با اهل دنیا معاشرت تو کم بکن. شما اگر بهترین ویلاها و بهترین خونه ها و بهترین زندگی ها هی بری سور بخوری، بگی من که ندارم، میرم سور اونجا میخورم، رغبت پیدا میکنی، علاقه پیدا میکنی، عجب مبلی، عجب خانه‌ای، عجب زندگی، عجب باقی. این عجب ها که شما با اونها معاشر شدی در شما تأثیر میگذاره و شما به فکر میفتی که ای کاش برای منم بود مشابه او. لذا آقا موسی بن جعفر میفرماید با اهل دنیا معاشرت نکن خیلی، با اهل آخرت معاشرت بکن، اونی که اهل درس، اهل بحث، اهل علم، اهل تقواست، آدم خوبیه، باهاش بشین، بلند شو، با هم رفیق باشید، اشکالی نداره. اونی که آقا موسی بن جعفر میفرماد ازش دوری کن، یک کمی کنارگیری بکن، اهل دنیاست. با اهل دنیا که عشقش به دنیاست، عشقش به خانه خوب و ماشین خوب و زندگی خوب و درجه یک زندگی کردن و خب اینها، این اهل دنیا. حالا ممکنه آدم خوبی هم باشه، آدم بدی هم نباشه، اما شما رغبت پیدا میکنید
و راقبین فیها. ببینید این ذهن شما جریانات این عالم رو همه توش منعکس میشه. شما وقتی که موبایلتون رو باز میکنید فضای مجازی، یه خبر رو میشنوید، این میاد تو ذهنتون، یه خبر دوم عجب میاد تو ذهنتون، خبر سوم میاد تو ذهنتون. یعنی این قلب شما رو اشغال میکنه. آدم مؤمن قلبش به چی اشغال بشه؟ خوبه شما از راه شنیدن یه چیزایی رو میشنوید، قلبتون مشغول اونا میشه، عجب عجب خبری بود. خب این میاد تو ذهن شما، فکر میکنید، میگید عجب، تعجب میکنید، ذهن شما اشغال شد. اون چیزایی که با چشم میبینید اونها هم منعکس میشه در قلبتون، ذهنتون رو اشغال میکنه. پس از راه حواس پنجگانه این قلب شما و ذهن شما اشغال میشه. یه چیزایی رو با گوش میشنوید، ذهنتون رو مشغول میکنه. یه چیزایی رو با چشمتون میبینید، قلبتون اشغال میشه، مشغول میشه، دربارش فکر میکنید، عجب صحنه ای رو من دیدم، عجب دعوایی بود، عجب اختلافی بود، عجب خانه ای بود، عجب، همش عجب. این چیزا رو تو ذهنتون میارید، این قلب مشغول میشه. هرچه این چشم شما و گوش شما و حواس پنجگانه شما قلبتون رو مشغول کنه، از اون طرفش خدا خارج میشه. خدا دیگه میبینید نیست. منتها اگر قلبتون رو به یه اموری مشغول کردید که مربوط به خداست، به آیه قرآن، به روایت، به اخلاق انبیا، به کارهای خوب، خدا در قلب شما جا داره. اگر قلبتون رو مشغول کردید به کارهایی که غیر خدایی، شهوترانی ها و عرض کنم بعد این که دنیا و مافی ها، خدا از قلبتون خارج میشه. لذا این که آقا موسی بن جعفر میفرماید از اهل دنیا و رغبت در دنیا و مظارف و عرض کنم بر این که چیزهایی که دنیاییه، اگر دور باشید این علامت عقلتونه. خب این نکتش چی شد؟ نکته روایت این است که شما با اهل آخرت محشور باش. رفیق خوب پیدا کردی؟ باش باش، خیلی هم ازش استفاده کن. یک آدم عالم، عابد، زاهد، قوی رو پیدا کردی، برو باش رفیق شو، ازش استفاده کن. اما با اهل دنیا معاشرتت رو کم کن. لذا الان میگن خانواده هاتون رو، خانوماتون رو با خونه های خیلی اعیانی و اینها نذارید رفت آمد بکنن. چرا؟ چون اخلاقشون عوض میشه. وقتی میان تو خونه اخمشون یه برابر بوده، ده برابر میشه که بابا تو این چه خونه ایه، چه زندگیه، این چه وضعیه، این چه نان و پنیریه که به ما میدی، ما رفتیم فلانجا چی بود، چه زندگی. میگن خب نذارید برن اونجا، بالاخره جوانن دیگه، وقتی دیدن مبل عالی، زندگی عالی، همه چی مرتب، حواس میکنن. وقتی برمیگردن خونه با شما اخم میکنن، شما میگید چی شده، اخمت در نمیاد، چه همش اخم کردی، چرا نمیخندی، یه چه خنده ای، چه بساتی. ولی اینا رو تو دلش قصه میخوره که اونها دارن و بهترین زندگی ها رو دارن و ما زندگیمون فقیرانه است، چنینه چنانه. لذا میگه نذارید بره اونجاها. وقتی میبینید
اوضاعشون خیلی خوبه، مخصوصا آخوندا و فرض کنید از سلک خودمون باشن، وقتی زندگیشون خیلی عیانیه نذارید برن اونجا، رابطه برقرار نکنید. ما اول ازدواجمون خدا حفظ کنه یکی از بزرگان به من همین رو توصیه میکرد، میگفت، گفتم چیکار کنم، ما فامیلامون خیلی ثروتمندن، فامیلای ثروتمند داریم، عرض کنم بر این که اقواممون خیلی وضعشون خوبه. اون بنده خدا، خدا حفظش کنه، به من همش توصیهش این بود که نذار رفت آمد بکنن. گفتم خب آخه اینا متدینن، پدرشون خانوادگیشون اینطور بودن. گفت باشه، این اثر خودش رو میگذاره، واقعا هم همینطوره، رفت آمدها تأثیر داره، بخواهید و نخواهید هر چقدر خانوم متدینه است، ولی در این حال وقتی میره یه مجلسی و تشریفاتی رو میبینه، یه زندگی مفصلی رو میبینه، یک رفاهی رو میبینه، تو ذهنش میاد که ای کاش من هم اون رفاه رو داشتم، اون زندگی رو داشتم. لذا یکی از اختلافاتی که بین خانواده ها پیش میاد همینه، ناشی از اینه. حالا شما میگه مهم نیست، میریم یه سوری میخوریم اونجا و برمیگردیم، در حالی که این سور چقدر ارزش داره، ولی 10 برابر به ضرر شما تمام میشه. یعنی توقعات بچه هاتون خیلی بیشتر میشه. حاشیه دارید آقا؟ بله، اونا بیان اب نداره، ولی شما اگه دیدید خیلی سطحش بالاست، یه جوری نکنید که رفت آمد زیاد بشه. بله صله رحم هست، ولی در این حال اینو باید بالاخره توجه داشته باشید در رفت آمدتون، در اینها خیلی این جهت رو مراعات کن. نکته دوم عرض کنم بر این که پس اعتزال از عالم نیست. یعنی در روایت آقا موسی بن جعفر نفرمودند با علما رفت آمد نکنید، گفتند با اهل دنیا. در مقابل اهل دنیا یعنی چی؟ دو گروه هستند در مقابل اهل دنیا، یکی اهل علم است، یکی اهل تقواست. اون کسی که دنبال علم اهل دنیا نیست، اون کسی که دنبال تقواست اونم خیلی اهل دنیا نیست. شما با اهل علم، اونایی که دنبال علم و سواد و فهم و بحث و اینها هستن، هرچی رابطه داشته باشی چه اشکالی نداره. شما با آدمایی که متقی و با تقوا هم هستن، با اونها هم رابطه داشته باشی چه اشکال نداره. اما دورید از کجا؟ اعتزل عن اهل دنیا. اهل دنیا اونایی هستن که دنیا رو غایت قصوای خودشون میدونن، هدف نهاییشون دنیاست، همش میخوان دنبال دنیا و زخارف دنیا باشن. پس بنابراین این تنهایی خوبه، منظور چیه؟ منظور از اهل دنیاست، تنهایی از اون، نه از اهل علم و نه از اهل تقوا. اونایی که متقی هن باهاشون رفت آمد داشته باش، اونایی که عالم هن باهاشون رفت آمد داشته باش. اما اونایی که نه دنبال علم هن نه دنبال تقوا هستن و دنبال هوای نفس و دنیا هستن، از اونایی خودتو کنار بکش، از اونها دوری کن. این نصیحتی است که آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام می فرماید. خب این یک نکته‌ای که در اینجا هست. شما وقتی که تفکرتون در ذات خدا باشه، در صفات خدا باشه، این عرض کنم بر این که
مقام معنویتون بالا میره و تعبیر شده در این روایت به قناع. قناع یعنی بی‌نیازی. بی‌نیازی که در این روایت آمده و قناع، این مهمترین چیزی است که یک انسان داشته باشه. شما هر انسانی میتونه این قناع رو داشته باشه. فکر نکنید قناع خیلی سخته. میتونید شما یه آدم غنی باشید، چون این غنی مربوط به روحیه شماست، به پول شما ربطی نداره، به ثروت شما ارتباطی نداره. شما میتونید ثروتمند باشید ولی فقیر، میتونید فقیر باشید ولی غنی باشید. این اگر اهل دنیا نباشید و با اهل دنیا معاشرت نداشته باشید، یک آدم غنی هستید، ثروتمندید. چرا ثروتمندید؟ به جهت اینکه شما نیاز به کسی ندارید، به کسی توجه نمی کنید، با خدا مناجات می کنید، هر چه می خواهید از خدا می خواهید. اینطور نیست که از خلق خدا، به خلق خدا توجه کنید، به افراد توجه کنید، به اهل دنیا توجه کنید. خب این اهل دنیا که میگیم یعنی پولدارها. پولدارها رو شما احترام بکنید، این علامت فقرتونه. آدم فقیر است که به اینجور افراد توجه میکنه. حالا یه پولدار رو ببینه، هی تواضع میکنه، هی اظهار محبت میکنه، هی احترام میکنه، این علامت فقره، یعنی شما آدم فقیری هستی. اما اگر اهل آخرت رو دیدی، اعتنا کردی، احترام کردی، یا عالم رو دیدید احترام کردید، این علامت اینکه شما غنی هستید. آقا موسی بن جعفر میخوان یک حرکت معنوی و حرکت علمی، سیر معنوی برای همه شما درست بشه، و اون سیر معنوی این است که شما چون عالمی، چون با تقوایی، سرآمد همه هستی، از هیچ کسی کم نداری، بی خود خودتو کوچک نکن. این پول بی ارزشه، ارزش نداره. خودتونو در مقابل پول کوچک نکنید. دنبال عالم باشید و با تقوا باشید. اهل دنیا رو اصلا بهش توجه نکنید. و این مهمترین چیزی است که در این روایت آقا موسی بن جعفر از هشام میخواد. فقر دو قسمه، یه فقر مالیه، یه فقر معنوی است. ما باید سعی بکنیم که قنای معنوی داشته باشیم. از نظر شما وقتی که میری حرم زیارت حضرت موسی فاطمه معصومه سلام الله علیها، اونجا با حضرت صحبت میکنید، هر چه میخواهید از حضرت میخواهید، که بزرگان میگفتن شما از میرزای قمی هم هرچی بخواید خدا بهتون میده، چه برسه حضرت معصومه. و اینها اینقدر بزرگن که ما باید با اینها رابطه داشته باشیم، با آقا امام رضا علیه السلام، با ائمه علیهم السلام. و اینکه ما بیاییم خودمون رو نسبت به اهل دنیا کوچک بکنیم، این بزرگترین نقصی است که برای ما هست. و انشاءالله که این حرکت رو ما انجام بدیم. حالا یه فوائدی
برای تنهایی ذکر شده که اگر کسی تنها زندگی بکنه چه فوایدی داره. خب حالا ما دونه دونه میتونیم این فواید رو بگیم و چه مضراتی توی جامعه بودن، شما وقتی میرید توی جامعه چه مضراتی داره، این فواید و مضراتش رو انشاءالله در جلسه بعد بحث میکنیم. و این که خلاصه ما چقدر باید دوری کنیم از مردم و چقدر باید توی جامعه باشیم، چه مقدارش مطلوبه چه مقدارش مطلوب نیست و فواید و مضراتش چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.